درنده ترین پنچری و طراح قاتل چندین کابلی دستگیر شد. بارش اولین برف خزانی در کابل. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. امرالله صالح روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: تصمیم 25 جلسه 6:30 صبح روز شنبه 24 عقرب مطابق و 14 نوامبر سال 2020. اول، از حضوریابی جلالت مآب رئیس جمهور افغانستان در 25 جلسه 6:30 صبح به خاطر استماع اهداف، ساختار استراتژی و برنامه های مرحله وار تیم 6:30 ابراز سپاس و امتنان می نمایم. تشریف آوری رئیس جمهور برای تمام اعضای 66 نفری تیم انگیزشی دلگرم کننده و رهنمودی بود. رئیس جمهور کشور با تیم 6:30 که به خاطر تطبیق میثاق امنیتی در کابل کار می کند گفتند: آمدم که نشان بدهم ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی و کابینه افغانستان از شما بی‌دریغ پشتیبانی می نماید. شما حلقه کارا و نجیبه را تشکیل داده اید که امید را تحکیم ببخشد. تطبیق میثاق امنیتی از دل قانون اساسی کشور می خیزد، زیرا قانون شهروند محور است و شما این بند قانون را عملیاتی ساخته اید. در گذشته استراتژی های ایجاد کردید که در تاقچه دفاتر باقی مانده. اکنون که شما نه تنها این استراتژی را تطوین بلکه تطبیق می کنید، مایه مباهات است. از اینکه با حوصله مندی و جزئیات میپردازید باز هم یک نقطه شکست را ترمیم کرده اید. این که هیچ حادثه برای شما خبر نیست بلکه ماموریت است که به عمقش بروید. مشکل هیچ گاه نبود، منابع نبوده، بلکه ما در استفاده مؤثر از منابع مشکل داشته ایم که اکنون در اینجا میبینیم رو به حل شدن است. پایتخت افغانستان یک معجزه اجتماعی است، یعنی با تمام بافتهایش قلب افغانستان است. مردم کابل ضعف را نمیخواهند، اجراعات قوی و قابل دید میخواهند. شما که قاطعیت را به نمایش گذاشته اید، یعنی از دل مردم کابل کار میکنید. کابل درخت سبز ماست که شما آن را آبیاری مینمایید. جامعه باید چهره داشته باشد، افراد تنها ارقام و اعداد نباشد. اکنون که شما هر قربانی را عدد نه بلکه فرد با تمام تعلقات اجتماعیش میبینید، یک کار انسانی و حقوقی است. در محور ارزش‌ها فعالیت کردن نقطه اساس است که به آن اشاره شد. راه تقویت مشروعیت از به دست آوردن اعتماد میگذرد. مطالبه های من از شما این است که در تطبیق قانون ترس نداشته باشید. قوت نرم دولت را کار بگیرد، ولی لحظات میرسد که قانون شکن باید چنگال قانون را نیز باید ببیند. من هیچ از یک شما را به فرمایش زورمندان پس نمی کنم. آزادسازی زمین های غصب شده برنامه مهم است که باید جدی پیگیری گردد. تا زمانی که کابل به صورت اساسی امن نگردیده است، تشکیل تیم 6:30 باید تقویت گردد و من از دید منابع هیچ چیزی را دریغ نمی کنم. تعهدات من به شما این است که حمایت کامل ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی و کابینه افغانستان با ماست. آمدم که این علائم حمایت را از مقر جلسات تیم 6:30 نمایم. هر نیازمندی که برای برنامه های مؤثر و از ذهنیت ساز داشته باشید اجرا می گردد. با آزادسازی زمین های غصب شده و در ضمن با تطبیق عدالت ما می توانیم کابل را به یک شهر عایداتی بدل کنیم که در همان مسیر در حرکت هستیم. من به زودترین فرصت طرح جریمه های سنگین و یا به اصطلاح کمرشکن را امضا می کنم که قانون شکن ها بدانند تیم 6:30 صبح تمام نظام را با خود دارد. از زمستان باید بهترین استفاده استراتژی گردد و ما سال آینده آنها را که هستیم قرار داشته باشیم. هر کس که کابل می آید باید انگیزه بگیرد و امید با خود ببرد و این وقت امکان دارد که صلابت پایتخت از هر دید اعاده گردد. این که شما توانستید یک دیگر را بشناسید و به یک تیم تبدیل گردید
کار بسیار نیک و خبر بسیار خوش است. کابل باید در مسیر جهش قرار بگیرد که انشاءالله خواهد گرفت. مسئله این است که شما کدام مزله را با توسل و قدرت نن و با دست و کدام موضوع را با قوت سخت در چوکات قانون حل میکنید، صلاحیت شماست. مکافات و مجازات را نیز من به صلاحیت شما میگذارم و پیشنهاداتتان را بدقت در این ارتباط غور خواهم کرد. دوم، مردم نجیب و چشم برای افغانستان، هسته ترای حمله بالای پانتون کابل را دستگیر کردیم. چنان که گفته بودیم داعش اسم است. اینهایی که این کار را کردن چند هویتی هستند، حزب التحریر، طالب، داعش و همه، یعنی هر زمانی که نیاز بود از عنوان و لقب خاص کار گرفتند. کسی که طراح است عادل ولد محمد عارف نام دارد که فاکولته شرعیات را تا صنف سیم خوانده است و بعدا توسط ثناءالله عضو سابقه دار شبکه حقانی جذب گردیده است و تا این که این جنایت را انجام داده است. او میگوید برایش گفته شده که کار شود که این حکومت زیر فشار قرار بگیرد، بدنام شود و در ذهن مردم ضعیف و ناکار آجل و کند. گفته شد که این کارها با انجام عملیات بالای اهداف نظامی امکان پذیر نیست. عادل در اصل از ولایت پنجشیر است و خانوادهش در پل چرخی زندگی می کند. مردم محله ایشان می گویند که 3 سال می شود که لادرک بود و آوازه بود که برای جنگ و تعلیمات بیرون رفته. عادل نام می گوید که اسلحه را از شبکه حقانی از ولایت خوز به دست آوردند و هدایت برایشان توسط ثناءالله داده می شد. سوم، در 48 ساعت گذشته کابل گواه حوادث تروریستی و جنایی بود. حوادث جنایی بسیار تقلیل یافته است. در ولسوالی قره‌باغ افسر شجاع امنیت ملی به اسم جگدان محمد اکبر خان و پسرش پرویز را شهید ساختند. فراموش ما نمی شود و بالای تسبیت و دستگیر قاتلین کار داریم. در این حمله بالای اردوی ملی ما در ارغندی برادران ما هر یک تورن محمد باقر، سرباز سراش، سرباز نوید و سرباز غریب شاه در سنگر دفاع از عزت مناطو جان باختند. با خانواده های همه شان در تماس خواهم شد و رسیدگی لازم خواهیم نمود. چهارم، گارد های یکی از وکلای کابل می خواستند در روز روشن تاجری را اختطاف نمایند. موفق به فرار شدن، خانه وکیل شب محاصره شد ولی معلوم شد که طراحان اصلی ماجرا مخفی شدند. امروز قضیه رسما به سارنوالی سپرده می شود. مسئولیت معنایش داشتن جواز برای جنایت نیست. بارش اولین برف خزانی در کابل. ولایت کابل امروز شاهد بارش اولین برف امسال بود. امروز شنبه 24 عقرب ولایت کابل شاهد اولین بارش برف امسال در ولایت بود. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.